سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 29 ماه اسد سال 1394 هجری خورشیدی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. هشدار کشورهای کمک کننده از قطع کمک ها به اداره شناسنامه های برقی. قطع کمک 1 میلیارد دلاری واشنگتن به اسلام آباد از بحر کوتاهی در پیکار با گروه حقانی. نبوده مواد غذایی در پامیر زمین و استفاده مردم از گیاهان کوهی. عدالت خواهی پدر و دختری که به خواست یک فالبین در ولایت سرپل در برابر همگان لتکوب شدند. با هشدار سازمان ملل متحد از گسترش قحطی در یمن. مشروع خبرها. هرگاه حکومت تا پایان امروز زمان آغاز توزیع شناسنامه های برقی را روشن نسازد، کشورهای کمک کننده کمک های مالیشان را به این روند قطع خواهند کرد. اداره توزیع شناسنامه های برقی با ابراز این مطلب تاکید می ورزد که حکومت در نشست کابینه درباره زمان آغاز توزیع این شناسنامه ها و نیز بودجه و حقوق کارمندان این اداره باید تصمیم بگیرد. قرار بود توزیع شناسنامه های برقی به روز 28 ماه اسد آغاز شود، اما رئیس جمهور روز دوشنبه در دیدار با وزیران داخله و مخابرات گفت که کابینه در نشست روز پنجشنبه یعنی امروز یکی از روزهای هفته آینده را برای آغاز توزیع آزمایشی شناسنامه های برقی مشخص خواهد کرد. عابد جوینده گزارش می دهد. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در دیدار با وزیران امور داخله و مخابرات گفت که جلسه کابینه در نشست روز پنجشنبه یکی از روزهای هفته آینده را برای آغاز توزیع آزمایشی شناسنامه‌های برقی مشخص کند و اداره توزیع شناسنامه‌های برقی انتظار دارد که در این جلسه در کنار روشن شدن روز آغاز توزیع شناسنامه‌ها درباره بودجه و حقوق کارمندان نهاد نیز تصمیم گرفته شود. اگر یک بار دیگه ما انتظار ما طولانی شود، طبعا ما با مشکلات متعدد دیگه هم مواجه خواهیم شد. یکی از مشکلات بسیار کلانی خواهد بود که دیگر ما تمیل کننده ها را با خود نخواهیم داشت. در همین حال نمایندگان مردم در شورای ملی تأخیر بیشتر در روند توزیع شناسنامه‌های برقی را به سود شهروندان کشور و حکومت نمی‌دانند. ما به دولت مداران خودی را میگیم، به سران حکومت وحدت ملی میگیم، بیش از این تأخیر در توزیع تشکیل الکترونیک به نفع مردم و به نفع مملکت نیست. اما شهروندان کشور آغاز نشدن توزیع شناسنامه برقی را پرسش برانگیز می‌دانند. اگر تذکری برقی شروع میشه، توزیعش شروع کنن، اگر نه که نمیشه، مردم انتظار نباید بکشه. داولی بندی، داولی نروزی، پا دیم وجه سده مشکل سید. پیش از این نهاد توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا به علت تأخیر در توزیع شناسنامه برقی کمک های مالیش را با این روند قطع کرده است. و نیز به تازگی اتحادیه اروپا یک گونه نهاد کمک کننده مالی به این روند هشدار داده است که هرگاه تا 15 ماه آگوست توزیع شناسنامه آغاز نشود، کمک هایش را قطع خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از بهره اقدام نکردن پاکستان در برابر شبکه حقانی بخش بزرگ از کمک هایش را به این کشور قطع کرده. مقام های پاکستانی میپذیرند که واشنگتن از سرکوب نشدن شبکه حقانی در عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی و بخش های قبایلی دیگر ناخشنود است. بس همین رو نمیخواهد پس از این سالانه 1 میلیارد دلار به پاکستان بپردازد. در همین حال برخی از نمایندگان مجلس میگویند که سیاست های دولت افغانستان در برابر پاکستان نیز باید به گونه اثرگذار طرح ریزی شوند. میر آقا پوپلزی گزارش میدهد. شماری از منابع معتبر به روزنامه دان پاکستان گفتند که وزارت های خارجه و دفاع ایالات متحده به سفارت پاکستان در واشنگتن و مقام ها در اسلام آباد گفتند که کمک سالانه 1 میلیارد دلاری پس از سال 2015 به پاکستان پرداخت نخواهد شد، زیرا کاخ سفید نمیتواند کانگرس را از صداقت پاکستان در نابودسازی پناهگاه های امن شبکه حقانی قناعت بدهد. در همین حال شماری از آگاهان پاکستانی نیز عملیات ضرب عصب را در وزیرستان موفق نمی‌دانند. با وجود عملیات نظامی در وزیرستان، تهدیدها و چالش‌های بزرگ امنیتی در پاکستان پابرجا هستند.
در همین حال اجمل شعیب یک جنرال بازنشسته ارتش پاکستان میگوید که یک شمار بزرگ از هراس افغانان از عملیات نظامی در وزیرستان به شهرهای بزرگ همچون پشاور و کراچی رفتند و به زودی برخواهند گشت. به گونه مثال بسیاری از این هراس افغانان در کراچی مرکز بازرگانی پاکستان نزدیکان و دوستان دارند و به آنجا رفتند. شاید نزدیکانشان ندانند که اینان هراس افغانان هستند، اما این هراس افغانان از جاهای دیگر برای هراس افغانی دستور می گیرند. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون سالانه $1 میلیارد از بهره تلاش های ارتش پاکستان در جنگ با هراس افغانی به اسلام آباد می پردازد. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی از بهره خواست های بی جای اسلام آباد از کابل موضع گیری تندتر در برابر پاکستان داشته است. کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان می گوید که رئیس جمهور افغانستان در برابر خواست های بی جای پاکستان از هیئت افغانی واکنش تند نشان داده. رئیس این کمیسیون و برخی از نمایندگان مجلس می افزایند که رئیس جمهور افغانستان در نخستین روزهای کارش باید یک موقف جدی در برابر پاکستان می گرفت و به جای واژه برادر و مخالف سیاسی در برابر طالبان واژه باغی را به کار می برد. این در حالی است که به تازگی رئیس جمهور غنی گفته است که هیچ کس نمی تواند خواسته هایش را با تهدید بر افغانستان تحمیل کند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. پس از سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان، روابط میان کابل و اسلام آباد تیره به نظر می رسد. به تازگی رئیس جمهور غنی در مراسم 96مین سال روز استقلال کشور اعلام کرد که هیچ کشوری نمی تواند خواسته هایش را با تهدید بر افغانستان تعمیل کند. خواستیم همه بدانند که کسی نمی تواند خواسته های خود را با تهدید بر افغان ها بقبولاند. کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که رئیس جمهور غنی در برابر خواست‌های بی‌جای پاکستان از هیئت افغانستان این واکنش را نشان داده است. حتما پاکستانی‌ها خواست‌های نامعقول و نامشروعی را میخوان بر دولت افغانستان در رابطه با صلح و مذاکره و هم یک امتیازگیری مطرح بکنند. رئیس جمهور مخالفان مسئله دولت را نیز باغی ها خطاب کرد. باورها بر این است که رئیس جمهور از نخستین روزهای کارش باید چنین موضع‌گیری در برابر مخالفان مسئله می داشت. رئیس جمهور افغانستان، چی رئیس جمهور فعلی یا رئیس جمهور گذشته، باید سالهای قبل در برابر کسایی که در همراه نیروهای امنیتی افغانستان می جنگند موقف جدی می گیرند و آنها را باقی می خواهند، نه برادر. از سوی هم بسیاری ها بدین باور هستند که حکومت در گام نخست باید یک راهبرد نظامی جامع ایجاد کند و پس از آن یک اجماع ملی را براه اندازد. آقای رئیس جمهور همیشه از اجماع ملی صحبت می کنم و امیدوار هستم که اجماع ملی را دعوت کنه و یک نظر سنجی کنه و بالاخره یک راه بیرون رفت از این معضله را پیدا کنند که تا ملت افغانستان آرام شد. با وجود تلاش های حکومت وحدت ملی برای نزدیکی هرچه بیشتر کابل با اسلام آباد، چنین پنداشته می شود که اکنون سایه بی‌اعتمادی بر روابط میان دو کشور بیشتر از پیش چیره شده است. ظاهرترین به حیث فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در کوزوو گماشته شد. آقای تنین از سال 2006 میلادی نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد بود و در بخش‌های مهم از جمله به حیث رئیس مذاکرات بین الحکومتی برای اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل متحد کار کرده است. نمایندگی سازمان ملل متحد در کوزوو از مهمترین نمایندگی‌های این سازمان در جهان است و آقای تنین دومین دیپلمات افغان است که عنوان نماینده ویژه در سازمان ملل متحد در کوزوو به کار گماشته می شود. مسئولان محلی در بدخشان می گویند که بیشتر از 90% باشندگان پامیر زمین به نبود مواد غذایی روبرو هستند و به خوردن گیاهان کوهی رو آوردند. معاون والی بدخشان میگوید که مخالفان انتقال مواد خوراکی را به ولسوالی های زیباک، اشکاشم، شغنان و واخان قطع کردند. از روی هم شمار از باشندگان این روستاها که از وضعیت بد کودکان و زنان سخن میزنند هشدار میدهند که اگر دولت تا یک هفته دیگر مواد غذایی به این روستاها نرساند، علفها در این منطقه تمام خواهند شد و ممکن است یک فاجعه انسانی در پامیر زمین
رخ بدهد. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش میدهد. اینها روستانشینان پامیرزمینند که پس از 15 روز منزل به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رسیدند. آنان ناامنی های اخیر در مسیر راه و بسته شدن 5 بازار مشترک تاجیکستان و افغانستان را دلیل اصلی نبود مواد غذایی می دانند. این روستانشینان به تولونیوز می گویند که از یک هفته به این سو آنان به خوردن گیاهان کوهی شروع کرده اند و این گیاهان کوهی برخی از آنان را معیوب ساخته است. از کوههایی که علف در اوجا هست از او استفاده میکند و اگر در بعدی دولت غورسی برای همه ملت نکند ما مجبور هستیم که به یک طرف رجوع ببریم. در صورتی که دولت توجه نکنه جز تلفات دیگر رای بیرون رفت مردم زیباک نداره. از سوی هم معاون والی بدخشان از وضعیت بد زندگی باشندگان پامیرزمین اظهار نگرانی میکند و میگوید که بیشتر از 90% مردم این ولسوالی‌ها به خطر مرگ روبرو هستند. 4 ولسوالی فعلا تهدید به خطر است به خاطر که ما نمیتونیم پلیس یا ارگانهای امنیتی ما یا اسلحه، تجهیزات، مواد غذایی، غیر غذایی از راه زمینی به اونجا انتقال بدیم که فعلا تهدید به خطر است. این روستانشینان میگویند که برخی گیاهانی را در خانه هایشان برای خوردن ذخیره کرده اند در حال تمام شدن است و اگر دولت به این وضع توجه نکند آنان خود را به آتش خواهند کشید. نبود مواد غذایی در روستاهای بدخشان باعث شده است که بیشتری از مردای اینها یا به سکیانگ چین بروند یا به پاکستان بروند و یا هم پس از 15 روز به فیض‌آباد برسند. آنان هشدار می‌دهند که در صورتی که تا 2 هفته دیگر حکومت محلی و مرکزی به وضعیت اینها توجه نکند ممکن یک فاجعه انسانی در این روستاها رخ بدهد. نعمت الله احمدی، تلو نیوز، ولایت بدخشان. با این همه خانواده مردی که چند روز پیش در ولایت سرپل با دخترش در برابر چشمان مردم لط و کوب شدند عدالت می خواهد. همسر و دختر این مرد می گویند که یوسف علی اخلاقی رئیس شورای توسعه روستای توقی بلخاب آنان را به مرگ تهدید کرده. با آنان به گونه مخفیانه روستایشان را ترک کردند و برای عدالت خواهی به پایتخت آمدند. این خانواده می گوید که مجبور شدند تا گشت کشت و کارشان را رها کنند با کرون نه پول دارند و نه جای برای زندگی. در همین حال سخنگوی والی سرپل از تامین امنیت در این ولایت سخن میزند و از فرار این خانواده به کابل اظهار بیخبری میکند. انیسا شهید گزارش میدهد. اینان اعضای خانواده محمد رضا هستند که به علت گفته های یک ملای فالبین و تهدیدهای یک مسئول دولتی خانه و کاشانه را در منطقه توقی ولسوالی بلخاب رها کردند و کابل آمدند. محمد رضا مردی است که چند روز پیش از سوی افراد یوسف علی اخلاقی رئیس شورای انکشافی روستای توقی بلخاب به سرپل و درخت بسته شد و در حضور ملای امام منطقه به سختی لتکوب شد. افراد رئیس شورای انکشافی روستای توقی هنگامی از لتکوب رضا دست برداشتند که سیما گل دختر جوان آقا رضا خودش را به کمک پدر رسانید. یوسف علی اخلاقی گفته بود که استخاره یک ملای فالبین نشان داده است که محمد رضا پول و تفنگچه او را از خانه اش دزدیده است. ما را گرفت بسته کرد به درخت سر و صورت ما لای کشید تازیانه آورد که میکشیم این دختر ما را از کشتن نجات داد. پس از پخش خبرها درباره لتکوب این پدر و دختر پلیس 4 تن از متهمان را بازداشت کرد. اکنون اعضای خانواده محمد رضا میگویند که افراد یوسف علی اخلاقی به خانه آنان حمله ور شدند و محمد رضا را به سختی لتکوب کردند و نیز وی و خانواده‌اش را تهدید کردند که اگر پول و یا سند خانه اش را برای آنان ندهد همه آنان را خواهد کشت. من میره اعلام کنم گفتم نزدیک شما هم شده گفتم تاسو گفتم بین خود میشین یک تصمیم نگیرین. بعد گفت اگه نفت نیفت ما این میره گفت اعلام کنیم گفت ما سو وقت گفت می گفت یا پول بدین پول نقد گفت یا اولشان ما میگیریم. حالا این خانواده عدالت میخواهند و میگویند که این زورمندان پیش از این هم مردم را در این روستا لتکوب کردند و زخمی ساختند و نهادهای مسئول باید قانون شکنان را به کیفر برسانند. میال اگه ما برم در خانه خود منطقه خو اولادان مرو مکشه خود مرو مکشه ما از حکومت خواهش مندم که دادی از ما غریبا برسه. سه نفر گرفتن، سه نفر دیگه 5 نفر بودن، سه نفر گرفتن و از دو نفر دیگه شم سه زمانت که البته او مجرم نبوده و اعلان هست. ما با پوری به ارتباطی فرار از دو و از این قضیه که بدانشون نرسیده با ما نرسیده که خصوصی میکاری بوده باشه.
مسئولان محلی بلخاب گفتند شخصی که خانه اش دزدی شده بود نزد یک فالبین رفته بود و فالبین این مرد را با دخترش متهم به دزدی کرد و رئیس شورای انکشافی روستای توقی این ولسوالی بر بنیاد گفته های فالبین بدون شواهد این دختر را با پدرش لتکوب کرد. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد از گسترش قحطی در یمن هشدار می‌دهد. رئیس برنامه جهانی خوراک سازمان ملل متحد می‌گوید که اگر کمک‌های بشری به میلیون‌ها یمنی هرچه زودتر فراهم نگردد، این کشور جنگ زده با یک قحطی فراگیر روبرو خواهد شد. در همین حال معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه نیز هشدار داده که وضعیت بشری در یمن تکان دهنده است. یمن نادرترین کشور عربی با خطر یک قحطی مرگبار روبرو شده است. مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک پس از دیدار سه روزه اش از یمن میگوید که ادامه جنگ و خشونت ها در این کشور احتمال گسترش یک قحطی جدی را در یمن بیشتر ساخته است. آسارین کازین میافزاید که از میان 24 میلیون جمعیت یمن 13 میلیون تن به مواد خوراکی کافی دسترسی ندارند و نزدیک به 500 هزار کودک یمنی از تغذیه بد رنج میبرند. آنچه را امروز ما میبینیم افزایش در شمار رویدادهای سوء تغذیه شدید است، زیرا ما دسترسی برای فراهمسازی کمک به نیازمندان را نداریم. در همین حال معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داد. آنچه را در یمن دیدم سخت تکانم داد. جمعیت غیر نظامیان بار جنگ را بر دوش می‌کشند. از میان هر پنج یمنی 4 تن آنان به کمک‌های بشری نیاز دارند. 1.5 میلیون بیجا شدند. 1.5 میلیون بیجا شده داخلی در این کشور است. بیش از 1000 کودک کشته یا هم زخمی شدند و روند سربازگیری از کودکان رو به افزایش است. جنگ داخلی در یمن در ماه مارچ سال روان میلادی آغاز گردید. از آن زمان تا کنون در درگیری‌ها و حمله‌های هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بر شورشیان حوثی هوادار ایران بیش از 4300 تن کشته شدند و هزاران تن دیگر زخم برداشتند. ادامه خبرها. سولانا بخش از مواد نفتی بدون پرداخت تعرفه های گمرکی به کشور وارد می شود. مسئولان اتحادیه شرکت های وارد کننده مواد نفتی می گویند که در میان 1,200,000 تن نفت که بدون تعرفه گمرکی برای نیروهای خارجی به کشور وارد می شوند، بخش بزرگ آن مواد نفتی کم کیفیت هستند. آنان می گویند که این نفت به بهانه های گوناگون در بازارها فروخته می شود و این کار گذشته از ایجاد رقابت ناسالم میان شرکت ها سبب حیف و میل درآمدهای دولت نیز می گردد. در همین حال مسئولان وزارت مالیه میگویند که به منظور جلوگیری از ورود بیش از اندازه مواد نفتی که برای نیروهای خارجی به افغانستان وارد می شود، این وزارت از نیروهای ناتو خواسته تا نیازمندی های هر 4 ماهشان را به مواد نفتی برای این وزارت روشن سازند. زرمینه محمدی گزارش می دهد. گفته می شود که بر بنیاد پیمان مافیات سوخت نیروهای ناتو در کشور، مواد نفتی مورد نیاز این نیروها در افغانستان از پرداخت تعرفه گمرکی معافیت دارند. اما گفته می شود که شماری از شرکت ها به این بهانه مواد نفتی کم کیفیت را به بازارها وارد می سازند و این مواد را در بازارها عوض می کنند. از سوی هم ادعاهای وجود دارند که بیشتر از نیازمندی های نیروهای خارجی در کشور نفت به بازارها با معافیت از تعرفه گمرکی وارد می شوند که با این کار از یک سو درآمدهای ملی از دست می روند و از سوی دیگر زمینه های رقابت ناسالم را در بازارها فراهم ساخته است. در این طرح ما خواستیم که به خاطر تعیین مقدار نفت برای نیروهای ناتو، وزارت مالی افغانستان، وزارت محترم امور خارجه و خود نماینده نیروهای ناتو موجود باشد. در یک تفاهم ما میخواهیم که مقداری که برای اینا وارد میشه در هر ربع سال مشخص شود. در این حال مسئولان وزارت مالیه هرچند این مشکلات را رد میکنند، اما میگویند که از نیروهای ناتو خواستند تا در هر 4 ماه نیازمندیشان را به مواد نفتی مشخص سازند. در صورتی که یک کسی دیگر به نام ناتو تیل بیاره و 186 دلار در هر تن از معافی داشته باشه، امروز کی رقابت کنه میتونه؟
این در حال است که چند پیش مسئولان اتحادیه ملی نرم و استاندارد گفتند یکی از علتهای وارد شدن مواد نفتی کم کیفیت به بازارها وجود مافیاهای گمرکی در واردات نفتی مورد نیاز نیروهای خارجی است. و بیننده های گرامی رویدادهای های ورزشی خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکنه. آقای رسا به استودیو خوش آمدید. میخوایم بفهمم تازه های بخش ورزش چی هستند؟ در تازه ترین بخش های ورزش آقای احمدی تیم ملی کراتی افغانستان در مسابقات بین المللی کراته در ارومیه ایران شرکت کردند. در روز اول موفق شدند که یک طلا یک برنز بگیرند و ورزشکارای موی تای بسیار خوب درخش شدند. چهار ورزشکار چهار حریف خارجی خودان شکست دادند، رفتند در مرحله نیمه نهایی. پس از میان برنامه کوتاه به این گزارش ها میپردازیم. باسم خوش آمدید. تیم ملی کاراته افغانستان در نخستین روز رقابت‌های بین‌المللی کاراته که در شهر ارومیه ایران برگزار شدند، با یک مدال طلا و یک برنز دست یافتند. در این رقابت‌ها در رده سنی جوانان و در بخش اجرای کاتای انفرادی، احمد سیار پیکار با 3 پیروزی و یک شکست مدال برنز را به گردن آویخت. در بخش کاتای تیمی رده سنی 12 تا 14 سال، هلال احمد، احمد سیار و احمد سمیر با 4 پیروزی مدال طلا را به دست آوردند. رقابت‌های جام بین‌المللی کاراته با حضور دو تیم از ایران و تیم‌هایی از کشورهای فرانسه، آذربایجان، کویت، عراق، افغانستان، پاکستان و الجزایر در سه رده سینی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شده است. تیم الف کرکت افغانستان به کابل بازگشت. میل پوشان تیم الف کرکت که نخستین حضورشان را در یک رقابت خارجی تجربه کردند، موفق شدند که در برابر سریلانکا با برتری دست یابند. بورد کرکت میگوید که پس از این تیم الف کرکت هر سال چند بازی بین‌المللی برگزار خواهد کرد. در دومی رقابت‌های جهانی مویتای چهار مویتای کار افغانستان راهی مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها شدند. ابراهیم حیدری در نخستین دیدارش در برابر رقیب هندیش به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه پایانی شد و در این مرحله به مساف مبارز کازاخستانی خواهد رفت. یدولا امیری با یک پیروزی در برابر مبارز ترک راهی مرحله نیمه پایانی شد و در این مرحله به مساف رقیب هانگ کانگ کیش می‌رود. محمد یوسف جهانگیر با 3 پیروزی در برابر مبارزان از سوئیس، ترکیه و ایالات متحده امریکا در مرحله نیمه پایانی با مبارز ژاپنی به رقابت خواهد پرداخت. جواد غلجایی نماینده دیگر افغانستان نیز با 3 پیروزی در برابر حریفانی از اندونزیا، مراکش و بلژیک در مرحله نیمه پایانی با مبارز از مالدیف رقابت خواهد کرد و سلمان میرزایی با 1 پیروزی در برابر رقیب اندونزیایی و شکست در برابر حریف اوکراینی از این رقابت‌ها کنار رفت. برنامه های دیگر تولو نیوز و تولو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.